بعد از دیدن ساختمان امپایر استیت به طرف وال استریت رفتیم، یا مرکز سهام نیویورک یا بورس، جایی که روزانه میلیاردها دلار از سهام تبادله می شوند، خیابانی که نماد از سرمایه و تجارت می باشد. برای رفتن به خیابان وال استریت از مترو یا قطار زیرزمینی نیویورک استفاده کردیم. بخیم از اینجا بریم به طرف وال استریت یا جایی که همو بزرگترین مرکز اسهام نیویورک است. قیمت از این تیکت که مورد نظر میته که از مترو نیویورک برای یک روز مکمل استفاده بکنم 8 دلار است و این کارت نباید ما تحت هیچ نوع شرایط از دست بدیم، به خاطر از اینکه بر داخل شدن و خارج شدن از مترو به این کارت نیاز است. قیمت از این 8 دلار است و در اوقات مختلف روزی تغییر میخوره. معمولا از 6 صبح تا ساعت 10 قیمت تکت های مترو بلندتر است، ولی بعد از ساعت 10 اگر شما تکت مترو را بگیرین ای میشه به 6 دلار یا 5 دلار تنزیل پیدا بکنن. ماشین هایی را که شما در اینجا میبینین تکت ها به صورت اتومات میفروشه، یعنی هم میشه که از پول نقد از اینجا تکت خرید و هم میشه که توسط کریدیت کارت. قطار زیرزمینی نیویورک یکی دیگر از وسایط مهم ترانسپورتی میباشد که شهروندان نیویورک از آن استفاده میکنند. مردم این شهر توسط قطارهای زیرزمینی از یک نقطه شهر به نقطه دیگر آن سفر می کنند. متروی نیویورک با داشتن 26 خط فعال، 462 ایستگاه و مسیر به طول 1355 کیلومتر، یکی از بزرگترین و طولانی ترین خطوط متروی شهری در جهان است. متروی نیویورک از نظر تعداد مسافر جابجا شده پس از متروی شهر توکیو، مسکو و سیول در رده چهارم جهانی قرار دارد. متروی شهر نیویورک جزو معدود قطارهای شهری در جهان است که به صورت 24 ساعته و در تمامی روزهای سال و بدون تعطیلی به ارائه خدمات و سرویس‌دهی می‌پردازد. قطار شهری نیویورک در تمامی نقاط بخشای شهر نیویورک از جمله منهاتن، بروکلین، کوینز، برانکس و استاتن آیلند دارای ایستگاه‌های متعدده است. قطار شهری نیویورک مربوط شهرداری نیویورک می باشد. و بالاخره به خیابان وال استریت رسیدم، محلی که خیلی علاقمند دیدار آن بودم. وال استریت خیابان بسیار معروفی است در محله منهاتن در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا. بزرگترین بورس جهان از نظر میزان معاملات و حجم مالی در این خیابان صورت می‌گیرد. در طول زمان نام وال استریت به عنوان مکان افراد دارای نفوذ اقتصادی در آمریکا شهرت گرفته است. بیننده های عزیز، همین لحظه ما در وال استریت قرار داریم. وال استریت یکی از خیابان های مشهور نیویورک است که در اینجا نیویورک استوک اکسچنج یا بازار اسهام نیویورک در اینجا قرار دارد. یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی نیویورک در این منطقه است و روزانه به میلیاردها دلار سهام در این بازار تبادله می‌گردد. البته یک خیابان بسیار کوچکی است در نیویورک، ولی از جمله مشهورترین خیابان‌های نیویورک و در سطح جهان مشهور است و روزنامه هم وجود دارد به اسم وال استریت جورنال که یک روزنامه با اعتبار در ایالات متحده آمریکا و در نیویورک است. و قسمی که شما می‌بینید هزارها تن از گردشگرا و مردم ایالات متحده آمریکا از این خیابان روزانه دیدن میکنن. یکی از خیابان‌های تاریخی است و
باز هم تکرار میکنم که مرکز تبادله اسهام یا بازار سهام ایالات متحده آمریکا در همین خیابان کوچک قرار داره که به خیابان وال استریت مشهور است. جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در امارت فدرال در خیابان وال استریت با عنوان اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قسم یاد کرده است. بیننده های عزیز، تعمیری را که در پیشتر ما میبینین تعمیری بود که در اینجا جورج واشنگتن یکی از رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا در اینجا دفتر کارش بود و در اینجا بود که حلف وفاداری خدا یاد کرد. ولی قبل از این بود که واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا که فعلا پایتختش است ایجاد شده باشه، تمام رئیس جمهورایی که بعد از جورج واشنگتن آمدن و واشنگتن رفتن و در قصر سفید جاگزین شدن و در اونجا حلف وفاداری یاد کردن. ولی در نیویورک ای قبلا مقر کار جورج واشنگتن یکی از رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا بود که دقیقاً در پهلوی خیابان وال استریت قرار دارد. وجود دارد و این منطقه به اسم گراند زیرو مشهور است. معمولاً سیاحینی که به این شهر میان نیاز به دادن پول به خاطر این گردش ندارند.